آریا جان من میخوام 2 دقیقه دیگه بریم. خب 4:30 هستیم. کوتاه بگو بعد کوتاه جواب منو بشنو، ولی آخرش هم کوتاه حرف آخرتو بزن بریم. کوتاه بابک شدید چقدر صحبت ها سنگین، آدم واقعا عصبی میشه. واقعا چیز عجیب نیست مثلا آرمین بعضی وقتا عصبی میشه، بعضی وقتا من فکر کنم خب من به جای آرمین باشم واقعا اصلا فولادی لازم داره یه جورایی برای این. خب مرسی که اینو گفتی، برای اینکه من همش کلی خون سردم، یه موقع هیجانی میشم کلی تو لایو چت میگن آرمین داد نزن. در واقع از دید منم خب نباید هیجانی شد، ولی خب واقعا هم اصلا فولادی هم میخواد این موضوع. منم خون سردم. آره تو که اصلا دنیای تو بابک اصلا دنیای آرامشه، من نمیدونم چه عالی هست. اگه من سر یه چیزی بگم، کسایی که فکر میکنم بابک دنیای آرامشه، حتما لینکش، لینک دگلمه نمیدونم چیه دگلمه، برین توی دیسکریپشن، برین کارهای بابک رو حتما چک بکنید. اگه صدا شعر میخونه و گوش کنین، آرامش خیلی خاصی بهتون میده، حتما برین چک بکنین. اگه صدای بابک رو دوست دارین، بسیار زیاد بابک برنامه های مختلفی داره، پادکست هم داره، همه رو برین چک بکنین. آریا جان بگو. صداش هم خوبه برای این کار. خب من رفتم این سایت آمار تو رو چک کردم و نمیدونم حالا تو خودت خوندیش اون سایت رو یا نه، ولی خودش نوشته بله. حتی تو خود اون سایت نوشته که کلی نقد به این آمار هست. بعد رفتم پیپرش رو پیدا کردم، پیپر میشم مقاله علمی، و داشتم میگشتم دنبال اون قسمتی که مربوط به آمارا میشه که دقیقاً چی پرسیده شده و درباره ایران چی هست و اینا، پیدا نکردم. بعد دوباره برگشتم تو خودش خوندم که نوشته بودیش که این جمله رو من کوت میکنم، نوشته Unfortunately the Swedish economists did not include all of the data value survey data in their final research paper. یعنی ببین مثلا توی چیزی که مثلا سایتی که پیپری که مثلا خود اون دیتای کامل نداره، چه جور پیپر علمیه؟ چون پیپرهای علمی همشون یه چیزای خیلی خیلی دقیقن، ولی این خیلی برای من جالب بود که اینجوری نوشته بود. بعد یه قسمت دیگه اش هم نوشته بودش که این پیپر روش این سوال پرسی رو البته توضیح داده. روش سوال پرسیدن رو نوشته بودش که اینجوری نوشته بود، نوشته بودش که مثلا فرض کن از هر کدومشون پرسیدن که شما کیا رو حاضر نیستی که مثلا همسایت باشه. خب مثلا تو ایران درست. مثلا یه عده نجاد... نه سوال این بود که آیا کسایی که نژاد شما با شما یکی نیست، ببین من اینو خیلی وقت پیش خونده بودم، ولی فکر کنم سوالش خیلی توضیح داده بود. ببین من خودم میتونم از این نقد بکنم برات. ببین نقدم به این سوال این پرسه بود، آیا کسای همسایه‌تون، آیا کسایی که نژادش با شما یکی نیست و حاضرین اینا تو همسایه‌تون باشن، مثلا تو محلتون باشن، آره یا نه؟ خب سوال این بود. حالا دقیقاً چه جوری پرسیده بود؟ ببین من خودم از یه نقدی که میتونم بکنم برات از این نبوده، این شکلی نبوده. خب نوشته بودش، گفته بودش که به اصطلاح پیکاپ کنید، یعنی نژادهای مختلفو گذاشته بود، گفته بود حالا کیار یا حتی نژادم نه، کشورهای مختلف، مثلا ممکنه یهودیا بودن، ممکنه چه میدونم افغانها بودن، جاهای مختلف. نه سوالای مختلفی بود، ولی نژاد غیر از شما هم بود. سوال جزء سوالاش خیلی سوالاش زیاد ولی بود، ولی نسبت به تعداد کسایی که مثلا شما بین اونها رو حاضر نیستی، مثلا فرض کن توی همسایت باشه، اومده بود طبق این رنگ بندی کرده بود. خب مثلا تو ایران مثلا تئوری توطئه هم از طرف جمهوری اسلامی هست، هم از طرف مردم عادی. یه سری جمهوری اسلامی مثلا بر ضد آمریکا و اسرائیل هست، یه سری جدیدن که بر ضد چین و اینجور چیزا هست. خب اینجور چیزا باعث میشه که اون معیار رو کامل میاد. عرب ستیزی هم زیاده. عرب ستیزی به اون خب ببین آریا جان یه چیزی باید بگم. ببین دلیلاش رو من قبول دارم که میتونه مختلف باشه، ولی نتیجهش هست یکی این. ببین تو اگه میخوای این یکی از بهترین نقدایی که میخوای بکنی از این روش اینه، نقدی که میتونی بکنی اینه بکنی که این سوال وقتی انگلیسی پرسیده بشه و وقتی فارسی پرسیده بشه و وقتی عربی پرسیده بشه، وقتی فرانسوی پرسیده بشه، برداشتی که مردم از اون کلمات دارن تو کشورهای مختلف به خاطر زبانشون مختلفه و اینا چون کاملا با هم هماهنگی نداره، ممکنه مثلا این یه مقدار باعث بشه که نتیجه ها رو نتیجه ها تاثیر داره. مثلا این نقد وجود داره. خب نقدای خیلی زیادی وجود داره. خب نه من من میگم این فقط نقدای مختلف داره. خب من منظورم اینه که ببین هیچ آماری وجود نداره. من اینو خیلی تجربه دارم. خب ما آمار که میاریم، خب هر کسی نتیجه آمار رو دوست نداشته باشه،
میره آمار رو نگاه میکنه و قسمت های نقصش رو پیدا میکنه. و یه چیزی بگم، همه این آمارها نقص دارن. البته بهترین آمارها از بهترین شرکت های شرکت های خیلی اعتبار دارن، نه تنها نقص دارن، خودشون نقص های آمار خودشون رو میگن. ولی برای من جالبه، همیشه کسایی که نتیجه رو دوست ندارن میرن نقص های آمار رو پیدا میکنن، انگار مثلا شاهکار کردن، انگار مثلا ما نمیدونیم که آمار نقص نداره. خب ولی جالبه که همیشه مردم بر اساس احساساتشون میرن دنبال نقصای این آمار میگردن. یعنی چون نتیجه رو دوست از از احساسی خوششون نمیاد که مثلا مردم ایران نژاد ستیز باشن، برای همین میرن اون نقصا رو هایلایت میکنن، نه به خاطر که واقعا واقعیت رو میخوان بدونن. تو برای سخته که بپذیری مردم ایران مثلا از مردم کشور دیگه نژاد ستیزتر باشن، برای اینکه دوست داری مردم ایران رو بهتر نشون بدی. یعنی برای همین داری هی دنبال نقص این آمار میگردی، در صورتی که من هیچ وقت ادعا نکردم که مثلا این آمار نقصه. نگاه کن آرمین، تو حرف منو تحریف نکن، چون من اصلا نمیخوام بگم که همه که این نقصایی که این آمار داره شبیه تمام نقصایی که همه آمارای دیگه دارن، در صورتی که مثلا خود آمار حتی اینجوری نوشته بود که هیچ، حتی بعدش نوشته بودش که خیلی خیلی متمایل به اینه که بسیاری از که مردم بعضی از کشورها نسبت به این سوال کاملا دروغ گفته باشن، به خاطر علتهای خاصی کاملا دروغ گفته این باشن. همه آمار این مشکل رو داره. و بعد مثال زده بود درباره سوئد و فنلاند، چون نه درباره اشخاص، نه درباره کل کشور داره این نظر میده، میگه بعضی از کشورها نسبت به این سوال حساسیت بله. داری برخورد میکنه دقیقاً. نه من خودم بله بوتره. میتونی گفت ببین این احتمالا رو همه این آمار، ببین همه آمارهای خوب اگه بخونی، کسی که آمارا چیز کرده میاد احتمالات مختلفی که مثلا نتیجه اینجوری اومده رو نمیگه همش به خاطر اون چیزی که من نشون میدم، میگه که ممکنه اشتباه باشه به خاطر اینکه تو این کشور این فاکتور این کشورها این فاکتور تاثیر روش میذاره ولی تو کشور نمیذاره. ببین هر کسی که کار از پژوهشی داره کار درست میکنه میاد دلیلای دیگه ایرم به غیر از اون نتیجه که ما از آمار دیدیم و برای این که به این نتیجه رسیده، آمار به این نتیجه رسیده رو میاد ارائه میکنه که میگه که ببینیم مثلا اگه مثلا کشور A از کشور B نشون میده نژاد ستیزتره، ممکنه فقط این نیست که آیا فقط این نیست که اینا نژاد ستیزترن، ممکنه اینا اینجوری سوال جواب میدن به خاطر که این فاکتورا رو این جامعه تاثیر داره ولی این فاکتور رو این جامعه تاثیر نداره. اگه همه آمارا اینا دارن، تو اگه میخوای اینجوری صحبت بکنی، خب هیچ آماری رو ما نباید بتونیم قبول بکنیم. همه آمارها نقصای اینجوری رو دارن، ولی فقط کسایی که میخوان آمار رو به ما بذاریم به طور کامل کنار، چون یه نتیجه داده که دوست ندارن، فقط اونا هر که میرن این نقصا رو هایلایت میکنن. ولی وقتی که آمار مثلا یه چیزی نشون بده که خودشون دوست دارن، این کارو نمیکنن. ولی اگه شما بخواید اینجوری با آمار رفتار بکنید، پس ما هیچ وقت هیچ آماری رو نباید قبول بکنیم. نه هیچ وقت نیست، ولی توی این زمینه قشنگ آدم میتونه تشخیص بده. به نظر من به شخصه مشکل جامعه ایران نجات پرستی نیست، مشکل جامعه ایران عقب موندگیه، یعنی اون آموزشی که باید باشه و اینا نداره. ولی یه چیزی که میخواستم بهت بگم، نه این حرف من قبول نمی قبول دارم، حرفت رو قبول دارم. ببین خب آخه من تو ببین نجات پرستی توی ایران زیاده، تو داری این حرف میزنی در صورتی که من میگم نه، به خاطر اینکه مردم ایران ذاتن نجات ستیزن. خب من دارم میگم که مردم اصلا این یک چیز قابل پیشبینی هست که یک کشوری که عقب تره از از پیشرفتگی از کشور دیگه نژاد ستیزی توش رواجش بیشتره. من نمیگم مردم ایران مثلا یه چیزی توش شکسته که نمیتونن نژاد ستیز نباشن، من اتفاقا پیشبینی میکنم که اگه ایران پیشرفت بکنه نژاد ستیزی هم توش کم میشه. ولی این نمیگم فقط نمیگم ولی نمیگم آمین. فقط پیشرفتگی، من نمیگم فقط پیشرفتگی همه فقط این مهمه ها، برای اینکه کشور مثلا کره جنوبی داریم که مثلا نژاد ستیزیش زیاده، ولی این یک فاکتور هست. خب ولی این از لحاظ جامعه اروپا هست، تو باید دقت کنید، نژاد پرستی در اروپا معنیش با نژاد پرستی در ایران با هم فرق داره. یعنی ببین من اسم حالا هر اسمی میخوای روش بذار، من چیزی که دارم دربارش صحبت میکنم، خب دشمنی یا نه دشمنی، ستیزی، همون ستیزی علیه یک سری مردمی به خاطر نژادشون. حالا تو اسم چی، تو اینو میخوای اسمشو چی بذاری؟ یعنی اگه مثلا تو از یکی، یعنی اصلا تو اگه فرض کنی یه نفر رو کمتر ازش، یعنی ارزش براش قائلی که به خاطر اینکه عربه، خب یا اینکه دوست نداری دور و برش باشی به خاطر اینکه عربه، تو یه نژاد ستیزی. حالا تو تعریفت از نژاد ستیزی فرق داره،
خب باشه، حال تعریف پس نژادستیز نیست، من برام تعریفش مهم نیست، من این مشکلی رو که این طرز فکر به وجود میاره من میخوام این کمتر بشه. خب تعریفش یکم مهمه، ولی حالا یه چیزی که میخواستم بهت بگم اینه که موضع تو، چون اولش که تو داشتی با من صحبت میکردی یه جور دیگه نسبت به مثلا فرض کن مهاجرا، یعنی طرف آلمانیا رو گرفتی نسبت به مهاجرا. آها، ببین تو نیم تو برای که متوجه نمیشی تغییر کرد، یعنی خیلی جالبه آریا جان، برای اینکه تو برای اینکه تو آریا جان تو خیلی جمع‌گرا هستی، تو فکر میکنی من طرف آلمانیا رو میگیرم یا طرف ایرانیا رو میگیرم، در صورتی که ببین تو چون خود به نظرم خب بگو پس درست بگو من تو نگاه کن، تو اولش دقیقاً اومدی یعنی نسبت به مهاجرا اومدی گفتی نه آلمانیا خیلی لطف دارن میکنن فلان و این چیزا، در صورتی که بعدش مثلا که بحث این قضیه شد با علی کاملا موضعتو کردی اومدی وسط گفتی نه هر دو طرف باید مثل فلان باشه و اینا، در صورتی که حرف من دقیقا همینه، در حرف من اینه که هر دو طرف باید، یعنی یک شخص مثلا اروپایی ارزش زندگیش این چیزا باید مثل یک مهاجر باشه و اصلا ربطی نداره که مثلا مهاجرا اومدن چه میدونم خلاف کردن فلان کردن، خود آلمان مثلا بزرگترین خلاف دنیا رو کرده ولی با این وجود همه بازم میپذیرن. ببین من پس صحبتم درست بود، تو جمع‌گرا هستی من فردگرا هستم، برای همین تو وقتی من حرف میزنم با اون طرز تفکر جمع‌گرایی داری منو قضاوت میکنی، خب برای همین تو فکر میکنی من درباره هم وقتی میگم آلمانی ها مثلا دولت آلمان صحبت، تو فکر میکنی من دارم میگم آلمانی انگار همه آلمانیا رو یکی کردم، تو همین الانم هم گفتی آلمانیا بزرگترین جنایت انجام دادن، انگار مثلا آلمانیان جنگ جهانی دوم مال جنگ جهانی دوم هم میگفتی. آره دیگه. آره دقیقا. خب ببین دقیقا تو یه جمع‌گرا هست، یعنی انگار آلمانیان امروز انگار مثلا کاری بدی انجام دادن کشور آلمان ربطی... آره نه خیلی ببین جمع‌گرا هست، یعنی تو جنایت‌های یه سری آدمایی رو که امروز اصلا زنده نیستن و داری میندازی تو گردن کسایی که هیچ ربطی با اون جنایت‌ها ندارن. من دارم میگم داری با وجود کشور آلمان موضوع... نه ببین هیچ ربطی نداره، موضوع آدم باید چی آلمانیان آلمانی‌هایی که امروز زندگی هستن، آلمانی‌هایی که امروز زندگی هستن هیچ مسئولیتی به خاطر گناهانی که گناه دینی جرمهایی که آلمانیان زمان جنگ جهانی دوم انجام دادن هیچ ربطی نداره، اونا یه آدمای دیگه بودن. خب ببین همینجوری میگه انگار مثلا اینا رو یکی کردیم برای که اینا آلمانی بودن اینا هم آلمانی هستن. ببین برای همینم من دارم میگم تو متوجه نیستی، تو انگار مثلا من داشتم از آلمانیا دفاع میکردم بعد میگفتی که بعد گفتم که نه مثلا بعد تازه یه چیزی من گفت کلی درباره نجات ستیزی تو آلمانی هم صحبت کردم، برای اینکه تو نمیدونی من دارم درباره آدمای مختلف صحبت میکنم، اینا که چون همشون آلمانی هستن معنیش نیست که من دارم درباره یه نفر صحبت میکنم. خب من مثلا دولت اول اونجا که گفتم که مثلا نگفتم لطف کردم اتفاقا به نفعشون شد، من دارم گفتم دولت آلمان که کارش مثلا خوب بود نسبت به پناهجوان نسبتی هم تازه گفتم، چرا که من میدونم من میتونم به طور قطعی بگم شما اگر بریم بگردین به طور قطعی میتونم به احتمال خیلی بالا میتونم بگم که میتونیم نشون بدیم که دولت آلمان یه کار خیلی بدی هم انجام داده حتی همین الان، و حتی نژادستیزی مثلا ممکنه خیلی از کسایی که تو دولت آلمان کار میکنن حتی تو پناهجوهاشون کار خیلی نژادستیزی هم کردن حتما هست، حتما میتونیم بریم پیدا کنیم. من دارم به طور کلی میگم مثلا نسبت به کشورهای دیگه دولت آلمان خیلی خیلی خوب کار خوب یعنی درست انجام داد. خب تازه نه به خاطر اینکه مثلا فقط هم یه طرفه به خاطر که دلش میسوزه برای پناهجو، البته خب ممکنه خیلی هاشون هم دلیلشون این باشه، ولی نه یه چیزی میده یه چیزی داشته میگرفته، ولی من تازه یه چیزی دیگه گفتم، من یه چیزای دیگه ببین من از آلمانیا فقط از همه آلمانی که دفاع نکردم، من داشتم تو همین برنامه امروز درباره نژادستیزی حزبای نژادستیزی تو آلمان که داره رشد پیدا میکنه صحبت کردم. خب اگه برگردی اون قسمتی که من به تو گفتم که به اصطلاح این حرف نژادستیزانه هست و این چیزا، گوش میکنی حرفای خودتو که اون شکلی چه شکلی مثلا نسبت به مهاجرا موضع گرفته بود اینا، ولی حالا بحث نفرت مهاجرا امکان نداره، منم تو برداشت کاملا اشتباهه نسبت به مهاجرا نه ببخش خلاصه به هر صورت از دید من میگم واقعا آلمانی ها هیچ هنری نکردن نسبت به مهاجرا، مهاجرا هم اینجا همون قد سهم دارن که آلمانی ها سهم دارن و اونها هم همین قد از بقیه همین که حقشون به اندازه بقیه آلمانی ها هست، معنیش اینه که از خیلی از بقیه کشورها بقیه آلمانی ها بیشتر نیست، مهاجرا اینجا شدیدا زیر ظلم هستن، یعنی اصلا چنین چیزی خب
من دارم میگم که آلمان با همه نقصایی که حتما داره توی این کار توی پذیرش پناهجوییش نسبت به خیلی کشورهای دیگه خیلی کارش بهتر بود نسبی. و اگه تو میگی من نگفتم، اگه تو گفتی میگی اگه من نگفتم نسبی، من همه چی رو نسبی بود. برای که می اکو داره صدا بابا، اگه میشه میت کن خودت. اصلا من نمیتونیم اصلا نسبی صحبت نکنیم. ما وقتی داریم میگیم خوب یا بد، خب خوب یا بد همش نسبیه.